سلام سلام به همه دوستان عزیز، انشالله که حالتون خوب باشه، وقتتون به خیر باشه هر کجای دنیا که هستید. امروز دوباره من با دو تا از همکارای بیزینسی در خدمتتون هستم برای اینکه یک لایو دیگه داشته باشیم در رابطه با سوالاتی که طی این مدت زیاد از ما پرسیده میشه و پاسخگوی سوالات شما عزیزان باشیم. دو تا از همکارای خوب بیزینسی من از تورنتوی کانادا در خدمتشون هستیم. سارا جان، قراره امروز به یک سری از سوالات شما پاسخ بدیم. مرسی مرسی از دوستان عزیزی که ما را همراهی میکنین. سارا جان، من شما را اکسپت کردم. سلام سلام سلام، حال شما چطوره؟ خوبی جان؟ خوبی؟ مرسی. بله خدا رو شکر. شما چطوری عزیزم؟ خوب. شما چطوری؟ همه چی اوکی؟ خدا رو شکر. بله شما چطوری؟ هوا خوبه؟ از حالت سر عالی. نه نه، عالی عالی، هوا خیلی خیلی خوب. منم شروع کردم آروم آروم دیگه گلکاریا رو دیگه داره میادش. خدا رو شکر خدا رو شکر. ما منتظر احسان جان هم هستیم. بله که بیانشون. من در این زم فقط یکی از دوستان پرسیده که من از کدوم شهر انگلستان هستم. من شهر شفیلد انگلستان هستم. احسان جانم بله اومده و انشالله درخواست بده. افسان جان هم بله و درخواستشون هم قبول کردیم. انشالله افسان جان هم بیان. یه سری سوالات این هفته سارا جان من جمع کردم، سوالاتی که بیشتر پرسیده بودن رو. که سلام سلام افسان جان. سلام دوستان عزیز. سلام افسان جان، خیلی خوش آمدی. مرسی، خیلی ممنون. خوبی؟ سلامتی. وقتتون بخیر باشه. خدا رو شکر کمی هوایی شما فکر کنم گرم تر شده. بله بله داشتیم. ما هم اینجا هوا خوبه، البته متفاوت، برف و اینا نداریم ولی بارون و باد به تناوب با آفتاب متفاوت میگه هست. آره حسابی به حالیه اونجا. نه آره من هم اتفاقا یه جور نشستم از پشتم یه دو سه تا لایو پشتم به خیابون هست و خودم حواسم بعضی وقتا جمع میشه ببینم چقدر انگلیس ماشین قرمز داره. پشت سری من بیشتر ماشین اگه رد میشه قرمز رنگ. جدی؟ چقدر خوبه رنگ و چیز حال هوایی شهر رو قشنگ میکنه. یه توریستی توی ایران دقت کرده بود، بعد فیلم میگرفت کنم دیده باشین، میگفتش که اصلا عجیبه جز ماشین سفید هیچ ماشینی تو خیابونا نیست، فقط ماشین رنگیشون تاکسیاشونه که زرده و این خیلی بده. من همین جوره. آره ولی اینجا ماشین آبی و قرمز خیلی زیاده اگر یه شمارشی بکنیم. حالا امروز هم دوباره میشماریم در ضمن لایو. خب من برم سراغ موضوع اصلی لایومون. افسانه جون، سوالاتی که توی این هفته بیشتر پرتکرار بوده رو من میخوام اگه بشه مطرح بکنم. اگه زحمتم بکشید قبل از هر سوالی یک بار دیگه خودتون رو معرفی بکنید برای دوستانی که از پیج من میبینن. اولی سوالی که همیشه مطرح میشه و پرتکرارترین هم هست این که به همون میگن آخرش ما نفهمیدیم که شما توی این بیزینس چه کار میکنین، کار شما چی هست؟ و من امروز میخوام که سارا جان دوباره با همون بیان خوشگلش یه توضیحی بده که خلاصه این بیزینس ما چی هست و ما چه کاری انجام میدیم. خواهش میکنم سارا جون. مرسی از دعوتت. من سارا هستم. حدود 24 سال پیش به همراه خانوادم به کانادا مهاجرت کردیم و حدود 21 سال تا قبل از اینکه این بیزینس هم شروع کنم به صورت فول تایم توی دنتال آفیس به عنوان دنتال هایجینیست کار میکردم و الانم که بیزینس خودمو دارم توی این کار مشغول هستم. و سوال بله پرتکراری که شاید اولین سوال که شما توی این بیزینس چی کار میکنین توی این با این کمپانی. ما با یک کمپانی کار میکنیم که یک کمپانی 50 ساله ژاپنی و در واقع خود محصولات خودش رو داره
ولی کاری که ما برای این کمپانی انجام میدیم فروش محصول یا انبار کردن محصول نیست. کار ما به جای اینکه این کمپانی بره به هر حال هزینه خیلی زیادی برمیداره، بره چه میدونم این بده براش کار تبلیغات بکنن، خب ما این کار تبلیغات رو براشون انجام میدیم. این کاریه که ما انجام میدیم توی پلتفرم‌های مختلف. کار ما کار مارکتینگ هست و وقتی که روند کار به این صورتی که وقتی ما وارد کار میشیم، وقتی که جوین میشیم به این کمپانی، به ما یک آیدی بیزینسی داده میشه و وقتی که ما این آیدی بیزینس رو دریافت میکنیم، در واقع ما هم میایم در واقع یک مثل این که آموزشگاه خودمون رو ما در واقع بنا میکنیم، بنیان میکنیم، چون به ما آموزش دادن که چجوری کار مارکتینگ و تبلیغات رو انجام بدیم و وقتی که ما این آیدی رو داریم به دیگران هم که میخوان مثل ما از پلتفرم‌های مختلف درآمدزایی بکنن به اونا آموزش میدیم و به این طریق ما کسب درآمد میکنیم و این کار ماست. همین. خیلی هم عالی و خوب. دقیقا کار ما رو به صورت خلاصه و جمع جزئیات بسیار هم عالی. خواهش میکنم. خیلی. پس ما فقط درگیر کارهای آموزش هستیم، خرید و فروش کارهایی که دغدغه خیلی خیلی از افراد هست برای ما وجود نداره. بسیار بله. اگر بود ما هیچ کدوم با اون همه تحصیلات با اون چه به هیچ عنوان نمیمدیم کار فروش انجام بدیم. دلوقتي. چون کار فروش که شما هم درد سر داره هم شما اونقدر درآمد ندارید و کار هر کسی هم نیست کار فروش. دقیقا. و مسلماً من یه نفر که اینجا نبودم. اونم هنرهای خاص خودش رو میخواد یا توانایی های خاص خودش که حالا ما یه کمی باهاش بیگانه تر بودیم. دقیقا. مرسی عزیزم سارا جان. سراغ افسانه عزیز که از تورنتو کانادا حسن افسانه جون، هم خودتون رو برای من معرفی کنی، هم یکی از دوستان عزیز به نام زهرا. امروز این سوال رو پرسیدم و من قرار بود بهشون گفتم که توی این لایو، نمیدونم اومدن توی لایو ما یا نه. سوالی که داشتم و نگرانی این بود که آیا بک‌گراند تحصیلی خاصی نیاز هست و آیا آموزش ها به چه صورتی هست، آیا هر کسی میتونه از این آموزش ها بهره ببره؟ اگه میشه در این مورد شما توضیح بده عزیزم. مرسی. حتما. مرسی از همه که لایو رو نگاه میکنی. من افسانه نجاریان هستم، همجور که سرای جون گفت تورنتو زندگی میکنم. 14 سال پیش با خانواده اومدم کانادا و 2 پسر دارم. تخصصم میکروبیولوژی مواد غذایی، دکترا گرفتم و کار آکادمیک میکردم، اما بعد از کرونا و به خاطر یک بیماری که یه مدتی توی خونه بودم تصمیم گرفتم که یک بیزینس یا یک کاری هم در کنار تخصصم شروع بکنم که در آینده خیالم راحت باشه که اگر نتونستم باز برم سر کار این حرفه رو بلد باشم، مهارت داشته باشم، و سرمایه گذاری کردم برای این بیزینس. فردانم بیش از 1 ساله که توی این بیزینس دارم فعالیت میکنم. خوشبختانه آموزش های این بیزینس بسیار یوزر فرندلی هست، یعنی طوری طراحی کردن که هر کس با هر بک‌گراند و هر لولی از تحصیلات بتونه این آموزش ها رو خیلی سریع یاد بگیره، دنبال بکنه و بیزینسش رو ستاپ بکنه. چون ما توی این بیزینس از مقطع از بگم دیپلم داریم تا دکترا یا حتی بیشتر، لویر هست، دکتر هست، مهندس هست، کارمند هست، شغل آزاد، از همه لولی داریم توی این بیزینس و طوری طراحی شده که خیلی کاربردی باشه، خیلی ساده باشه و ویدیو بیس باشه و همون موقع که ما این آموزش ها رو داریم میبینیم همون موقع هم اجراش میکنیم و توی پلتفرم های مختلف یا رسانه های مختلف ما بیزنس پیجامون رو درست میکنیم، وبسایتمون رو برامون آماده میکنن و دیگه همه کوچ و منتور هم که همیشه هستن، زوم های هفتگی داریم برای رفع اشکال، برای اینکه همه با هم تبادل نظر بکنن، به هم دیگه ایده بدن، نمیدونم، خلاصه خیلی آموزش ها و روش آموزشش خیلی
مناسب همه هست. هیچ نگران نباشن اگر بکگراندی توی بیزنس ندارن، توی مارکتینگ ندارن، فقط زبان انگلیسیشون اگر در حد متوسط باشه و بتونن از پس ترینینگ ها که انگلیسی هست ولی ما فارسیش هم درست کردیم بر بیان، خیلی راحت دیگه ماکسیموم 2 ماه طول میکشه که قشنگ بیزنسشون را بیفته. خیلی ها تو 3 هفته میتونن ترینینگ ها رو تموم بکنن و بقیهش رو خودشون ادامه بدن. دقیقا بکنم. خیلی عالی گفتی افسانه جان. و من خودم یادم میاد که یک زوم های این چنینی، یه لایف هایی رو که میدیدم از دوستان دیگه توی بیزینس تقریبا 2 سال پیش، من همیشه میگفتم آخه این کار که کار ما نیست، ما که دیجیتال مارکتینگ اصلا بلد نیستیم، تو سوشال مدیا سابقه نداریم، و این نگرانی اصلی بود. تا بعد که حالا به هر حال صحبت کردم با کسی که کوچ فعلیم هست و متوجه شدم که اصلا اون افراد هم وقتی وارد بیزینس شدن واقعا مثل خود ما بیگانه بودن با این علوم، و بعد آروم آروم یاد گرفتن. و چقدر هم همه چیز همونجور که گفتی با زبان ساده و آروم آروم پیش میره. مرسی عزیزم افسانه جان. من هم برای افرادی که از پیج شما میبینن، غیر از اینکه تشکر میکنم از دوستانی که ما را همراهی میکنن، من هم سریا درخشان هستم، شهر شفیلد انگلستان زندگی میکنم، منم مادر 2 تا دختر هستم و حدودا 4 سال و نیم پیش مهاجرت کردم به انگلستان. من هم پزشکی خوندم، سالها به عنوان پزشک فعالیت کردم و الان وارد این بیزینس شدم. موردی که سوال پرسیده بودن و خب بیشتر تکرار شده بود برای من، آیا نیاز به سرمایه گذاری داره این بیزینس و اینکه میزان سرمایه گذاری توی این بیزینس چقدر هست؟ دقیقا دوستان عزیز، نیاز به سرمایه گذاری برای این بیزینس هست. شما قرار هست بعد از اینکه وارد بیزینس شدید، انشاءالله بعد از بین 2 تا 6 ماه بعد به درآمدهای 4 رقمی برسید، و اگر که تلاش خیلی خوبی داشته باشید و این بیزینس رو خیلی خوب مراقبت بکنید و رشد بدید، انشاءالله بعد از 1 سال به درآمدهای 5 رقمی. پس بیزینسی که قراره این درآمدها رو داشته باشه حتما نیاز به سرمایه گذاری داره. توی این بیزینس سیستم آموزشی بسیار قوی برقرار هست، قراره که کار دیجیتال مارکتینگ رو توی 7 پلتفرم آموزش بگیرید و همینطور سیستم منتور، کوچ، ایمیل کمپین، ساخت وبسایت، آیدی بیزینس، که همه اینها به شما تعلق میگیره. و واقعا اگر که این بیزینس جای دیگه غیر از اینجا برقرار بود، حتما میزان سرمایه گذاری خیلی بالاتری میخواست، ولی توی این بیزینس میزان سرمایه گذاری بین $3,000 تا $11,000 آمریکا به طور متوسط، بسته به کشورهای مختلف متفاوت هست و بسته به اینکه افراد شرایط شون به چه صورت باشه و بعد بخوان چه مقدار کامیشن بگیرن. ولی یک خبر خوبی که فکر کنم شما افسانه جون و سارا جون هم شنیدین که از دیروز مطرح شده، میزان سرمایه گذاری برای افرادی که از اروپا قراره به بیزینس جوین بشن حداقلش کمتر شده. یعنی قبلا $3,000 حداقل سرمایه گذاری بود، ولی الان بین 1500 تا $2,000 حداقل میزان سرمایه گذاری هست. این آفری هست که فعلا فقط برای اروپا گذاشته شده، انشالله که در آینده برای بقیه کشورها هم هست. پس دوستان عزیزی که نگران میزان سرمایه گذاری بودن و میخواستن که حالا با سرمایه گذاری کمتری وارد بشن، میتونن با عددی بین 1500 تا $2,000 آمریکا که حالا معادلش یورو یا پوند توی کشورهای مختلف هم هست، وارد این بیزینس بشن. این هم از میزان سرمایه گذاری. سوالی من ندیدم، آیا دوستان عزیز الان توی لایف سوالی پرسیدن؟ اگر سوالی بود بگید دوستان عزیز، یا باز هم اگر به مورد خاصی بوده توی این هفته شما سوالی داشتید توضیحی میخواییم بدین. سارا جان این قسمت بیشتر شما چون اروپا هستین، اون قسمت هیجانی مال خودتون رو گفتین، یادتون رفت که قسمته عزیزم که من خودم نزدیک دیگه دوباره برم شروع بکنم برم استرالیا یک بار دیگه.
توی استرالیا، البته این چند ماه پیش بوده و یه پروموشنی گذاشته بودم برای کسایی که به اصطلاح میخوان شروع بکنم و خب هستش واقعا، ما همه سراغ داریم، خیلی هستن که میخوان شروع بکنن ولی خب مشکل سرمایه گذاری رو داشتن و دارن، ولی تو استرالیا چند ماه پیش یه پروموشنی گذاشتن که شما میتونستن به اصطلاح این مقدار رو سرمایهشون رو راه بندازن، وام بگیرن، فایننس بکنن و فایننس 3 ساله و بدون بهره. ولی این تا آخر ماه مارچ بود، ولی برای 1 ماه دیگه یعنی تا آخر اپریل اینو تمدیدش کردن. و سارا جان، با اینکه من اونجا نبودم، من حداقل 10 تا لایف گذاشتم برای این قسمت، چون دقیقا. اونقدر واقعا یه خیلی چیز استثنایی، و میگم کسایی که تو استرالیا هستن دیگه هیچ اکسکیوزی ندارم برای اینکه نیان و شروع نکنم، و واقعا میگم این چند سال لطفا خودتون نگیرید. بسیار اتفاقا آفر عالی هست، خیلی خوب شد که سارا جون اشاره کردی و اینجور که 3 سال وام بدون بهره هست، یعنی اول تقریبا با روزی 3 دلار اگر که بذارن دقیقا بیزینس میتونن که خب وارد بیزینس بشن، سرمایه گذاریشون انجام میشه به صورت خورد خورد بدون اینکه بهره ای بهش تعلق بگیره و تمام امکانات آموزشی هم یکسان هست. اینجور نیست که کسی که حالا با وام وارد بشه یا با سرمایه گذاری کمتر وارد بشه، میزان آموزش ها یا دسترسی به کوچ، منتور، ایمیل، کمپین براش کمتر از بقیه باشه. یعنی در این مورد همه افراد یکسان هستن. فرصت خیلی خوبی هست برای استرالیایی ها، به قول یکی از دوستان میگفت بشه تابی تموم شد دیگه. آخرشه دیگه، درسته تا 20 روز دیگه وقت دارن. 20 روز دیگه، بله بله بله، بله. استرالیایی ها خیلی هم عالی. مرسی افسانه جون در تکمیل صحبت ها، هرچی که میشه بفرمایید. بله حتما، به نظر من که این فرصت هایی که پیش داره میاد، یه چیز، یه فرصت عالیه که آدم روی خودش سرمایه گذاری میکنه با این هزینه به این پایینی، هم یه حرفه یاد گرفته، هم عضو یه کامیونیتی خیلی بزرگ میشه، نمیدونم مخاطب جهانی پیدا میکنه، یه عالم مهارت دیجیتالی پیدا میکنه که شاید هیچ وقت فکرش رو نمیکردیم ماها بتونیم این کارا رو انجام بدیم. الان خیلی راحت و روتین شده برامون و حتی جاهای دیگه هم میتونیم اینا رو استفاده کنیم، تو بیزینس های دیگه هم میشه به کسای دیگه مشاوره بدیم، راهنمایی بکنیم و درآمد جانبی بیشتری به دست بیاریم، و با این درآمد بیشتر آدم میتونه رویاهاشو بزرگتر کنه، آرزوهاشو بزرگتر کنه، برای آیندهش، برای فرزندانش برنامه‌ریزی بهتری داشته باشه. به نظر من که دوستان اگر که شکی دارن یا دارن دنبال میکنن، هر چه زودتر تصمیم بگیرن از خیلی ها جلوتر هستن و یه بیزینس، من همیشه میگم یه بیزینس یه نفره، یعنی همه اون قسمت های کوچیک شما انجام میدیم، قسمت بزرگش رو سیستم اتوماتیک و سیستم اداری که توی پس زمینه داره کار میکنه انجام میده و خیلی از بار رو از رو دوش ما برمیداره برای اینکه یه بیزینس داشته باشیم. و این خلاصه سرمایه گذاری تمام عمره، استفاده کنین از این فرصت و با این سرمایه گذاری کمی هم که الان امکاناتش هست استفاده کنین. میخواین که الان دیگه بگین که چطوری وارد بشن، راهنمایی کنین. حتما حتما عزیزم، خیلی عالی بود، ممنون از توضیحات شما. عزیزان، دوستان عزیزی که این صحبت ها رو شنیدن و همینجور که افسانه جون گفت، ما یعنی که از این فرصت استفاده کنن، چون خیلی وقت ما دلمون می‌خواست یه کار آنلاینی داشته باشیم با روزی 1-2 ساعت، حالا یا ایران بودیم امکان استفاده از اینترنت به اون شدت رو نداشتیم و کارهای آنلاین برامون نبود، و یا اینکه آشنایی نداشتیم با این سیستم. حالا که به هر صورت خارج از کشور هستیم، دسترسیمون به این بیزینس های آنلاین راحت تر هست و با این بیزینس هم آشنا شدیم ما قبلا و شما عزیزان الان، خیلی خوب هست که این فرصت رو امتحان بکنید. دنیا دنیای ارتباطاته، میتونید همه چیز رو تحقیق بکنید، از صحت و سقمش مطمئن بشید. اگر مایل هستید که وارد بیزینس بشید، اسم و ایمیلتون رو وارد وبسایت من افسانه
خانه عزیز و یا سارا جون، که همه ما آدرس های وبسایتمون تو قسمت بایوی پیجمون موجود هست و اکثرا توی کپشن پست هامون هم موجود هست. میتونید اسم و ایمیلتون رو برای ما بفرستید یا دایرکت برامون اسم و ایمیل رو برای هر کدوم از ما 3 نفر بفرستید. با این کار ما اجازه پیدا میکنیم که وبینارهای این بیزینس رو به صورت رایگان برای شما ارسال بکنیم، وبینارها رو ببینید. اگر دوست داشتید باز هم به جز با بیزینس پلن و درآمدهای ما آشنا بشید، ما یک دوره آزمایشی داریم 1 ماهه با پرداخت $149 وارد این دوره آزمایشی میشید. 30 روز فرصت دارید. اگر توی این 30 روز تصمیم گرفتید که وارد بیزینس بشید، که چقدر عالی، به جمع 200,000 نفری هم شدیم راستی امروز، میپیوندید 200 کایید و جشن بگیرید. و اگر که مایل نیستید که خب فقط یک ایمیل میزنید و طی 5 تا 10 روز کاری مبلغ به حسابتون برمیگرده. بنابراین این فرصت رو از خودتون دریغ نکنید. مرسی سارا عزیزم، سارا جانم، از همراهی شما و همه دوستان. مرسی از شما، مرسی از همه که نگاه کردن. واقعا مرسی. همه شما رو به خدا میسپارم. خدا 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 خدا